روز پایان جنگ به تلخترین روز جنگ تبدیل شده. خبری از جشن و سرور و شادی نیست، نه در خیابان‌ها، نه در جبهه‌ها و نه در بین مسئولین. تمام سخنرانی‌ها و دیدارهای مردمی امام لغو شده. امام دیگر تمایلی به برگزاری دیدار مردمی ندارند. اعضای دفتر امام چندین بار به ایشان اصرار می‌کنند که دیداری با خانواده شهدا و ایثارگران داشته باشند. امام در تذکری جدی به اعضای دفتر اعلام می‌کنند: توجه داشته باشید که باید دور سخن گفتن مرا ولو در حد یک جمله دعا خط بکشید. اینجا پلی‌تکنیک است، قلب تپنده جنبش دانشجویی کشور. آی آمریکا، چه جنایتی کردی؟ صد تا رسالت دانشجو در این است که انقلابی بمونه. و لعنت کند اون دست هایی که جوان ما را غیر سیاسی کنند و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند. و عاقبت سنگر آزادی دانشگاه به تسخیر ملت در می آید. دسته دسته با انبوهی از گل به گلباران دانشگاه می آیند. دانشجویان پرشور انقلابی دیوارهای دانشگاه را از خبرنامه ها و اطلاعیه ها می پوشانند و دوباره این سنگر به شکل همیشگی خود باز می گردد. دانشجویان به خانه خود می آیند. ملت با شور به دانشگاه آمده، پیام همیاری خود را با فریادهای رسا به آنها می رساند. روحانی دست دانشجو را می فشرد، دانشجو دست کارگر را و کارگر مرزگر را در آغوش می کشد. اینجا بازار بزرگ علم اجتماع است. پس از بازگشایی دانشگاه تهران طی روزهایی چند، بقیه دانشگاه ها نیز به همت مردم گشوده می شود و این حرکت در دیگر شهرها نیز به پشتیبانی مردم اجرا شده، دانشجویان در خانه خود استقرار می یابند. دانشگاه از اصلی ترین کانونهای انقلاب به دست دانشجویان افتاده و حالا آنها در ادامه این راه پرفراز و نشیب موقعیتی ممتاز دارند. به علت نقشی که دانشجوها در ایجاد انقلاب و بعد حالا بحث لان جاسوسی اینا داشتن، دانشجوها یه موقعیت ممتازی داشتن. خیلی از دانشجو علا رقم که هنوز دانشجو بودن در دیسه مناسب اداره قرار گرفته بودن. بدنه اصلی سپاه در ابتدا توسط همین دانشجوها شکل گرفته بود. نهادها توسط یا دانشجوها یا کسانی که انقریب از دانشگاه فارغ التحصیل شدن، جوان بودن، شکل گرفته بود. یعنی یک نشاط جوانی همراه با اهمیت دانشگاه دانشجو، مثلا دانشجوهای حزب الله یا متدین، در حقیقت فضای مسلط بود در کشور. در چنین شرایطی با اعلام خبری از مرزها، انقلاب وارد مرحله‌ای تازه می شود. 31 شهریور ماه 1359. علامتی که هم اکنون می شنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است. با حمله تعدادی هواپیمای جنگی به چند فرودگاه، برای اولین بار صدای آژیر خطر در برخی شهرها شنیده می شود. صدام اعلام کرده به زودی جشن پیروزیش را در تهران برپا می کند. ولی روزگار حقیقت دیگری را ثبت می کند. مدتی از حمله صدام گذشته و صدای آژیر خطر هم دیگر ترس روزهای اول جنگ را ندارد. زندگی در شرایط جنگی برای مردم مسئله عادی شده و مردم کاملا به آن عادت کردند.
علاوه بر حملات توپخانه و هوای دشمن، در داخل کشور هم عملیات‌های تروریستی به اوج خود رسیده. در لحظه کوتاه مسیر بسته، ماشین‌ها متوقف و خیابان به باند فرود تبدیل می‌شود. روبروی بیمارستان بهارلوی تهران بالگردی به زمین می‌نشیند. پیکر مجروح سید علی خامنه ای بعد از ترور برای مداوا به بیمارستان انتقال داده می شود. شرایط پیچیده ای در کشور به وجود آمده. جنگ مسئله اول کشور است. مردم برای سرنگونی دشمن شب و روز نمی شناسند. مشارکت گسترده مردم دشمنان را غافلگیر کرده. بر ادامه کمک رسانی مردم شهید پرورمان به سوی جبهه های نبرد حق و باطل، بعد از ظهر امروز 8 دستگاه آمبولانس به سوی جبهه ها قرار شد فرستاده بشه که حالا کمک نیروهای مردمی به جزئی جدایی ناپذیر از این دفاع تبدیل شده. در هر گوشه و نقطه شهر نشانه هایی از مشارکت مردمی در جنگ به چشم می خورد. این سطح از بسیج و همبستگی مردم برای کمتر کسی قابل تصور است. ناامنی در شهرها دست کمی از جبهه های جنگ ندارد. 17,000 ترور دهه 60 به خوبی این ناامنی ها را نشان می دهد. حالا مردم علاوه بر جبهه ها برای ایجاد امنیت در شهرها هم بسیج شدند. ساعت تقریباً 1:25 نیمه شبه. خسته نباشید. حالتون خوبه؟ شما خوبه؟ جناب ببخشید، مثل که بازرسی شدین شما، درسته؟ بله. کیا بودن بازرسی کردن؟ ما رو بچه های بسیج بودن. به نظر من خیلی مفیده از لحاظ اطمینان و ایمنی که برای مردم ایجاد میکنه، خیلی مفیده، هیچ مزاحمتی ایجاد نمیشه. در میان طیف‌های مختلف جنب و جوش دانشجویان بیشتر به چشم میآید. در زمانی که دانشجو بودن امتیاز ویژه محسوب میشود. دانشجوهای در حقیقت موقعیت ممتازی داشتند. حتی بدنه اصلی فرماندهی جنگ یا کسانی بودن که دانشجو بودن یا تازه از دانشگاه فراغت پیدا کرده بودن که اون تو تمام صحنه ها دانشجوها حضور جدی داشتن. محیط دانشگاه ها هر از چند گاهی به محلی برای اعزام نیرو به جبهه ها تبدیل می شوند. در این بین دانشگاه تهران جایگاه ویژه ای دارد. محیط چمن دانشگاه تهران که حالا جای خود را به محل نماز جمعه داده، صحنه اعزام دانشجویان به مناطق عملیاتی است. زمین چمن دانشگاه محل نماز جمعه پر از دانشجویی میشد که از دانشگاه‌های مثلا فقط تهران می‌خواستن برن، در هر در حقیقت فراخوانی که برای جبهه میشد. در کنار اعزام‌های دانشجویی، عده‌ای از دانشجویان که به تازگی از جبهه بازگشتند، تمایل دارند فعالیت‌های فرهنگی خود را در دانشگاه‌ها ادامه دهند. سال 1366، دانشگاه علامه طباطبایی. نصر اصفهانی، مسئول انجمن اسلامی دانشگاه علامه، با کمک دیگر دانشجویان دست به ابتکار جالبی میزند. من اون وقت مسئول تقریباً انجمن دانشکده بودم، یه تعداد فایل داشتیم تو اتاق انجمن. این فایل ها رو گذاشتیم وسط اتاق، گفتیم این طرفش انجمن اسلامی، این طرف هم بسیج دانشکده، بسیج دانشجویی. دانشجویان بسیجی فعالیت خود را در این دانشگاه آغاز میکنند. دیدگاهمون این بود که بچه‌های بسیجی که حالا ممکنه که علاقه من نباشن توی تشکل‌های
که با سابقه بیشتر سیاسی دارن فعالیت بکنن هم مفیده و هم ضروریه، چون اینا دوست دارن که همون در حقیقت فضا رو در دانشگاه ها، اون فضای ایثار و شهادت رو در حقیقت چراغش رو روشن نگه دارن. اما در این بین عده‌ای با این حرکت موافق نیستند. تعداد افرادی بودن که تفکراتی اینطوری نداشتن دیگه، انجمن اسلامی رو هم به گونه دیگه می‌خواستن باشه که خب ما اومده بودیم گرفته بودیم و اینا هم یکم مشکلاتشون وجود ما بود با یه تفکر غیر از تفکر اونها. انجمن اسلامی به دفتر تحکیم وحدت تنها تشکل موجود در دانشگاه ها هستند. آنها اجازه فعالیت به تشکل دیگری را نمی دهند. و تحکیم میشه گفت که یه جور رفتار انحصار طلبانه تا یه مقطعی داشت که این رو بر نمیتابید، یعنی در مقابل ایجاد تعدد و تکثر در دانشگاه مقاومت کرد یکی دو سال، یعنی با اون شرایط تک صدایی خو کرده بود. به هیچ وجه اجازه ابراز هیچ گونه نظر مخالفی نمیداد، به هیچ وجه، یعنی اصلا براشون قابل تحمل نبود هیچ گروه غیر از خودش، به هیچ وجه. از نظر آنها بسیج جایی در دانشگاه ها ندارد. اومدن و هیاهویی را انداختن که آره یه عده میخوان دانشگاه رو تبدیل کنن به پادگان. تبلیغات گسترده‌ای در فضای دانشگاهی علیه این حرکت خودجوش به راه میافتد. مخالفان عبارتی جدید را بر سر زبان ها میاندازند، عبارتی که تا سالها به یکی از پرتکرارترین جملات دفتر تحکیم وحدت تبدیل می شود. عده‌ای می خواهند دانشگاه را به پادگان تبدیل کنند. شایع کردن که اینا دارن اسلحه میارن داخل دانشگاه و مطبوعاتیش هم کردن، این طرف اون طرف سخنرانی می کردن همین بچه های تحکیم و جریان مربوط به تحکیم و اون جریانی که امروز حالا تحت عنوان اصلاح طلب معروفن، یکی از حرفای اساسیشون توی سخنرانیاشون توی دانشگاه همین بود. جنجال بالا میگیرد، خبر به مسئولی میرسد، فرماندهان سپاه از این موضوع مطلع میشوند. دانشجویان بسیجی کوچکترین نگرانی ندارند، مسئولین سپاه قطعا از آنها حمایت خواهند کرد و جنجال تمام خواهد شد. عکس‌العمل مسئولین سپاه غافلگیر کننده است. یکی از فرماندهان با این عمل مخالف است. سردار علیرضا افشار. سید محمد خاتمی مدیر روزنامه کیهان این مسئله را منعکس می کند. یه هیاهویی شد که تیتر یک کیهانه اون وقت شد که ایشون گفت نه این کار چیه و خلافه و که بسیج دانشجویی ما نداریم و این کارا چیه تو دانشگاه یه عده دارن میکنن و اینها. دانشجویان خودجوش بسیجی کار را نیمه کار رها کرده و تمام فعالیت های فرهنگی آنها متوقف می شود. نه مسئولین دانشگاهی کشور و نه مسئولین سپاه تصور نمی کردن که با وجود انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم وحدت به تشکل دیگری در دانشگاه نیاز باشد. و خب متاسفانه اون وقت فرمانده بسیجم فکر میکنم بر اساس یه تحلیل غلط اومد و با این مسئله رسما مخالفتش اعلام کرد. و دانشگاه ها همچنان به صورت مطلق در اختیار انجمن اسلامی قرار می گیرد. اما همزمان با اعلام خبری از جبهه ها، عده زیادی از مردم و دانشجویان راهی مناطق عملیاتی می شوند. ایران قصد اجرای یک عملیات بزرگ را دارد. پیشروی ایران در این عملیات خیره کننده است. رزمندگان در یک قدمی فتح بصره قرار گرفتند.
حامیان صدام به شدت نگران شدند. جنگ باید متوقف شود. فشار سازمان ملل بر ایران برای پذیرش قطعنامه بیشتر می شود. وضعیت برای آمریکایی ها پیچیده تر می شود. در حالی که مردم ایران برای برگزاری جشن پیروزی های بیشتر آماده می شوند، اتفاقی هولناک تمام ایران را به شوکی عجیب فرو می برد. دوازده تیر ماه سال 1367 ناو آمریکایی هواپیمای مسافربری را سرنگون می کند. پیام ایالات متحده واضح است. ایران باید قطعنامه را بپذیرد. آی آمریکا، نمایندت به فرشته بیاد نگاه کنه. چه جنایتی کردی؟ صدام، آمریکا، آی کسانی که شما از آمریکا و صدام طرفداری میکنید، میگید جنگ تمام کنید، صلح کنید، به جسدها ببینید، جسدهای کودکان، زنها، مردها، بیاد نگاه کنید. اما این اقدام آمریکا پاسخ آشکار مردم را در پی دارد. امام خمینی فردای آن روز در پیامی اعلام می کند مسئولین نظام باید تمامی هم خود را در خدمت جنگ صرف کنند. باید همه برای جنگی تمام عیار علیه آمریکا و ازنابش به سوی جبهه روی آوریم. امروز تردید به هر شکلی خیانت به اسلام است. پیام امام خیابان‌های تهران را مملو از جوانان مشتاقی می‌کند که به سمت مناطق عملیاتی می‌شتابند. جلو همین دانشگاه امیرکبیر توی اسفند دود کردن رژیم رفتیم جلو در دانشگاه امیرکبیر. بعد اتوبوس سوار می‌کردن رفتیم جبهه. از پر از رزمنده‌ها نمی‌دونم کجا دکوه خودشون رسونده بودن. بلند میشنن رو دوتا پا دو دستی مشتر رو گره میگرم فریاد میزنن جنگ جنگ تا پیروزی با همه وجود. با وجود یک پارچگی مردم و آمادگی رزمی همه جانبه، اما برخی از مسئولین نگاه دیگری دارند. تصاوت عجیبی که آمریکایی‌ها در خلیج فارس کردن که اسقاط تیاره مسافربری حامل 290 مسافر بود که به هیچ وجهی ادعای اشتباه پذیرفته نیست. از نظر ما این یه اخطار تلقی شد تا چیز دیگری. اما در دو هفته بعد در 27 تیر ماه 67 اعلام خبری رزمنده ها را به شوکی عجیب میبرد. یه دفعه یه زمزمه ای شد حدود ساعت 1 بعد از ظهر تو پادگان دوکوه بودیم لشکر 27. بچه‌ها گفتن شهیدی چی شده؟ چی شده؟ گفتم مثل یه جنگ تموم شده. جنگ تموم شده؟ نه بابا کی گفته؟ کی نگفته؟ یه ساعت 2 شد. تبلیغات لشکر اخبارو یه دفعه گذاشت پشت بلندگوه کل پادگان. دین 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 ساعت 14 اخبار تهران اینجا صدای ایران از فلان شروع کرد. پیامی کوتاه در بلندگوهای جبهه پخش می‌شود. رزمندگان عزیز توجه فرمایید، جمهوری اسلامی ایران قطعنامه 598 را پذیرفته است. خواهشمندیم جهت تحویل سلاح به واحد مربوط مراجعه نمایید. بالاخره جمهوری اسلامی به یک تصمیم تاریخی و مهمی رسید این روزها که فعلا به خاطر اینکه عمده اونها از اسرار نظامی و سیاسی هستند
من نمیتونم توضیح بدم. بعد تو اون شرایط یه دفعه این یعنی چی؟ اصلا کی رو گفته؟ کی باورم نمیشه؟ کی گفته؟ مگه میشه امام پذیرفته؟ کی پذیرفته؟ میشه همچین چیزی؟ باورمون نمیشه. چه وضعیه؟ نه من همه بچه ها ریختن به هم. مجموعه این شرایط و ادله زیادتری که من الان نمیتونم رو اونا حرف بزنم ما رو به این نتیجه رسوند که مصلحت انقلاب و ملت ایران و مردم عراق و منطقه این است. رزمنده ها که پیام دو هفته پیش امام مبنی بر ادامه جنگ را فراموش نکردند نمی توانند این مطلب را باور کنند. اصلا چجوری میشه بیان کرد نمیدونم. چه حسی بود؟ حس واقعا منزجر کننده بود. ما کوتاهی کردیم؟ کی کوتاهی کرد؟ چی شد اصلا؟ ما اینا همه اینجا نشستیم آماده ایم. چرا باید عقب نشینی کنیم؟ چرا باید تقدیم دشمن؟ چرا باید پذیرش کنیم؟ 8 سال حماسه است پشت سرش. کی خیانت کرده؟ کی استراتژی پیروزی رو دنبال نکرده تو این سالها؟ کدوم فرمانده جرأت داشته این کارو بکنه؟ تعداد زیادی از رزمندگان حاضر به تحویل دادن سلاح خود نیستند. آنها اعلام می‌کنند که دستور جنگ را از امام دریافت کردند و تا زمانی که امام به آنها نگوید اسلحه را زمین نخواهند گذاشت. وضعیت عجیبی در جبهه ها و در میان رزمنده ها در جریان است. خود من همون روز صمیمی ترین دوستم توی همین 2 روز قبلش تو منطقه فکه شهید شده بود. اسمش عباس بود. یه شال سبز خیلی قشنگ انداخت که اصلا من شب عملیات گفتم تو نور بالا میزنی عباس، تو رو خدا یه یادگاری به من بده. این شال تو میشه به من بدی؟ گفت من با یه نفر دیگه دوستام عهد بستیم، دو تا این شالا هم مشهد خریدیم. باید با این شال برم تو قبر. تو این حال بودیم. یعنی من رفیقم از تو مشهد شهادتش برشتم آوردم، یه اخبار دارم یا آقا قدنامه پذیرفته شد. چه حسی آدم میتونه داشته باشه؟ بعد از 2 روز بلا تکلیفی کامل در 29 تیر ماه 67 پیامی از امام به مناسبت سالگرد حج خونین در جبهه ها پخش می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مشروع اخبار را به آگاهی می رسانیم. به مناسبت نزدیک شدن عید سعید قربان از سوی امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، پیام بسیار مهمی خطاب به عموم مسلمانان جهان به خصوص حجاج بیت الله الحرام فرستاده شد. و اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مسئله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصاً برای من بود، این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می دیدم، ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکران فعلا خودداری می کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش‌بس موافقت نمودم. روز پایان جنگ به تلخ‌ترین روز جنگ تبدیل شده. خبری از جشن و سرور و شادی نیست، نه در خیابان‌ها، نه در جبهه ها و نه در بین مسئولین. آخرین دیدار مردمی امام به 12 اسفند 1366 برمیگردد. دیداری با خانواده شهدا و ایثارگران. امام اگر شما فیلم هاشون رو ببینید به شدت غمگین، دیگه لخنده به لبهاشون دیده نشد،
به شدت شکسته و حتی یک سخنرانی عمومی هم ایشون نکرد. تمام سخنرانی ها و دیدارهای مردمی امام لغو شده. امام دیگر تمایلی به برگزاری دیدار مردمی ندارند. اعضای دفتر امام که از توجه ایشان به خانواده شهدا مطلعند، چندین بار به ایشان اصرار می‌کنند که دیداری با خانواده شهدا و ایثارگران داشته باشند. امام در تذکری جدی به اعضای دفتر اعلام می‌کنند: توجه داشته باشید که باید دور سخن گفتن مرا ولو در حد یک جمله دعا خط بکشید. پذیرش قطعنامه نقطه پایان نیست که ببین نقطه پایان دوره است، نه، نقطه آغاز یک دوره جدی انقلابه. امام به ما نقطه شروع میبینه، یه نقطه عزیمت میبینه. از این پس ارتباط امام با مردم از طریق پیام هایی است که به مناسبت های مختلف اعلام میشود. شما 7-8 تا پیام سال 67 امام میبینید. امام به بچهای جهاد پیام میده، به سپاه پیام میده، به فرزندان شاهد پیام میده، به هنرمندا پیام میده، به جهادگرا بچهای جهاد سازندگی پیام میده و از جمله به بسیجیا و اونجا دستور بسیج دانشجویی رو میده. حالا جنگ به پایان رسیده و از نظر بسیاری از مسئولین دیگر نیازی به وجود بسیج و نیروهای مردمی نیست. عده‌ای در حال حذف بسیج از صحنه سیاسی کشور هستند. نگاه آقای هاشمی نا این بود که حالا که جنگ تموم شد، خب بسیجی ها که همه برمیادن سر کار خودشون، نظامی ها برگردن پادگان، الان وقت سازندگی است دیگه، ما به بسیج نیاز نداریم دیگه، جنگ تموم شد. 4 ماه بعد پیامی از امام صادر می شود. مخاطب پیام گروهی هستند که از نظر برخی دهه آنها به پایان رسیده. 2 آذر 1367 به ملت ایران و بسیجیان سلحشور کشور: بسیج باید مثل گذشته و با قدرت و اطمینان خاطر به کار خود ادامه دهد. امروز یکی از ضروری ترین تشکل‌ها بسیج دانشجو و طلبه است. تنها با بسیج است که این مهم صورت می‌گیرد. شما باید بدانید که کارتان به پایان نرسیده است. میگه نه تنها باید بسیج را خونساش نکنیم، میگه بلکه یکی از ضروری ترین تشکل‌ها بسیج دانشجو و طلبه است. پیام روشن است. بسیج دانشجویی باید به سرعت تشکیل شود، ولی اولین مانع بر سر راه قرار می‌گیرد. یک اختلاف نظر اساسی. وزارت علوم و دفتر تحکیم وحدت خود را مخاطب پیام امام در نظر گرفته و تشکیل بسیج را وظیفه خود می‌دانند. مسئولین سپاه نظر دیگری دارند. اعضای دفتر تحکیم وحدت و برخی مسئولین سپاه بر سر مالکیت چیزی در حال مشاجره هستند که سال گذشته آن را تقبیح کرده بودند. بحث ها بالا می گیرد. خبر به هاشمی رفسنجانی، جانشین فرماندهی کل قوا می رسد. هاشمی از دفتر امام خمینی می خواهد تا مشخص کنند که چه نهادی باید متولی تشکیل بسیج دانشجویی باشد. انجمن‌های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت که با تسخیر لانه جاسوسی در بین مردم به دانشجویان پیرو خط امام شناخته می‌شوند، به نظر می‌رسد در این مناقشه شانس بیشتری برای برنده شدن داشته باشند. تحکیم و انجمن‌های اسلامی خود را مالک غیر رسمی دانشگاه‌ها می‌دانند و هر تغییری باید با نظر آنها انجام شود. پاسخ امام اعضای دفتر تحکیم را ناامید می کند. تشکیل بسیج دانشجو و طلبه به عهده بسیج مستضعفین سپاه پاسداران است و این آغاز چالش جدی برای تحکیمی هاست. فضای دانشگاه ها پر می شود از اتهامات تکراری چند سال قبل. اون یکی از چیزهایی که به بسیج دانشجویی مرتب گفته می شد و نسبت داده می شد نظامیگری بود. اتهاماتی که بارها و بارها از تریبون‌های تحکیم تکرار می‌شود. از آن سال‌ها که با سور پول و تبلیغات و همه چیز چهار-پنج جمع و گروه دانشجویان دانشگاه کار می‌کنند.
جامعه اسلامی هست، انجمن اسلامی دانشجویی هست، بچه دانشجویی هست، نهادهای نهادی رهبری جدیدن تشکر را انداختن و نیرو جذب کردن. از نظر آنها بسیج باید در زیر مجموعه انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم قرار می گرفت، مسئله که هیچگاه محقق نشد. ببین اونجا ما از اون نمی فهمیدیم که بناست تو سلسله مراتب بسیج که سپاهه در واقع شاخه بسیج دانشجویی که حکم بدن مثلا آقای فرمانده اون بالا منصوب بکنه. ما اساسا یه همچین تصوری از بسیج دانشجو نده. میگفتن که مثلا بسیج دانشجویی نه، بسیج دانشجویی اصلا تشکل دانشجویی نیست، در حالی که شما وقتی مثلا تو یه دانشگاه نگاه میکردی مثلا تو فلان انتخابات ریاست جمهوری بچهای بسیج یه دانشکده مثلا گرایش به یه کاندیدا داشتن، بچهای بسیج یه دانشکده دیگه به یه کاندیدای دیگه گرایش داشتن، در حالی که توی چپا اصلا این شوخی نبود. وقتی که از بالا اعلام میشد فلانی دیگه همه باید اجماع میکردن و کاملا حزبی عمل میکرد. این نیست و به خصوص بسیجای دانشجویی و دانش به اصطلاح حوزه های دانشگاهی نمیتونه همچه حالتی داشته باشه، اصلا قابل قبول نیست. نمیتونی شما باش به روش فرماندهی عمل. بسیج دانشجویی اون ابتدایی که شکل گرفت خیلی هاشون بچه های همه انجمنهای اسلامی بودن که دیدن که دیگه با اون جریان نمیتونن همراهی بکنن و اساسا نمیخواستن کار سیاسی که تلقی جناحی ازش بشه انجام بدن. نخیر نظامیگری حاکم نیست. بسیج دانشجویی از پایین به بالا شکل میگیره، دانشجوها میان انتخاب میکنن اعضای شوراشون رو، مسئولشون رو. ما از اون پیام بسیج دانشجو طلبه ای هم که امام سال 67 دادن اتفاقا ما برداشت و روی کرده به نفع خودمون داشتیم. سلطه ای که رؤوس تشکیلاتی جریان چپ روی امتداد تشکیلاتیشون توی دانشگاه ها داشتن به مراتب بیشتر از به اصطلاح نفوذ مثلا بچه های سپاه تو بچه های بسیج دانشجویی بود. یعنی اینا تیپشون، شخصیتشون و آدم هایی که دوروبرشون بود این تیپی بودن دیگه، به هیچ وجه حاضر نبودن حرف دیگه ای رو بشنون. یعنی این چیزی که حالا بعد هم میگن چماقدار و نمیدونم انحصار طلب و فلان، اینا دقیقا اندش خود اینا بودن توی دانشگاه. به هیچ وجه اجازه ابراز هیچ گونه نظر مخالفی نمیدادن به هیچ وجه، یعنی اصلا براشون قابل تحمل نبود هیچ گروه غیر از خودشون به هیچ وجه. بسیج دانشجویی از درون دانشگاه از طرف انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم وحدت تحت فشار است، اما این تمام موانع بسیج دانشجویی نیست. اون زمان فرمانده وقت سپاه پاسداران متاسفانه بسیج دانشجویی اصلا تو اولویتاش نبود و اون بخشی که قرار بود پشتیبانی کنه بسیج دانشجویی رو بیشتر از اون که بخواد پشتیبانی کنه خیلی نگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی عجیب غریبی داشتن و خیلی هم ناکارآمد. بچه‌های بدی هم نبودن ولی به هیچ وجه تناسبی با به اصطلاح اون مأموریت‌هایی که حضرت امام در پیام آذر 67 تبیین کرده بودن نداشتن. تابستان 1370 دانشگاه شهید بهشتی. با خبر تغییر رئیس دانشگاه فضای دانشگاه هم ملتهب می شود. برخی از دانشجویان به رئیس جدید دانشگاه انتقاداتی جدی دارند. انتقادات متوجه وزیر آموزش عالی وقت یعنی مصطفی معین است. بزرگترین منتقدین این انتصاب دانشجویان بسیجی این دانشگاه هستند. مسئول بسیج دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی با نگارش نامه‌ای نسبت به این تصمیم واکنش نشان می‌دهد. نامه کاملا محتاطانه نوشته شده تا باعث رنجش مسئولین وزارت آموزش عالی و دکتر معین نشود. اما مسئولین وزارت علوم از این نامه به شدت عصبانی می‌شوند. از نظر آنها وظیفه بسیج تنها برگزاری مراسمات مذهبی و اردوی راهیان نور است و آنها حق انتقاد از مسئولین را ندارند. این انتقاد تا حدی سنگین و غیر قابل قبول است که مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی عزل می شود. با فشار وزارت علوم بر سپاه دانشجویان بسیجی از اظهار نظر سیاسی منع می شوند.
و حالا ما پوستمون کلوف بود و موندیم و خیلی از بچه ها ریختن، ریزش کردن. حالا نمیخوام خیلی الفاظ خشن به کار بنویم، سرکوب خفقان فالا اینا، ولی واقعا مهار کرده بودن دیگه. میگم ما مثلا تو دانشگاه امام صادق مثلا شبانه روزمون تو بزیج میگذشت، بعد از 5 سال اومدن گفتن نه اینا ضد ولایت فقیه، اینا رو اخراج کنیم مثلا. چرا؟ چون مثلا چون فلان سلیقه یا فلان سردار سپاه رو مثلا ما قبول نداشتیم. در این شرایط بسیج دانشجویی تنها اجازه فعالیت‌های فرهنگی را دارد. کار فرهنگی که تو بسیج دانشجویی شد به نظرم اگرچه دیر ولی بالاخره جواب داد. یه منطقه الفراغ پیدا کردن تو اون حوزه، ولی انرژی گذاشتن و اون کار فرهنگی که کردن بعداً تو اون فضاهای اجتماعی و سیاسی هم به کارشون آمد. ممکنه بعضیا به نظر استخفاف نگاه بکنن، ولی به نظرم نه، خیلی تأثیر راهبردی داشت. مثلا همین زیارت عاشورایی که تو دانشگاه برگزار میشد، اردوهای بازدید از مناطق جنگی که بعداً اسمش رایان مور شد مثلا شکل گرفت. ممکن بود اون یادواره شهدایی که مثلا بچهای فلان دانشگاه دارن برگزار میکنن به این خاطر برگزار کنن که توی هیچ کار دیگه، توی هیچ حوزه دیگه بهشون اجازه نمیدن کار کنن، مجبورن تفلی، یعنی میخوان مثلا به فلان جا اعتراض کنن میگن که ساکت شید، میخوان نمیدونم یقه نمیدونم فرماندار رو بگیرن به امام جمعه مثلا انتقاد کنن، هی به محافظه‌کاری و مصلحت اندیشی دعوت میشن و یا جلوشون با برخورد بعضن تند گرفته میشه. در چنین شرایطی کشور در آستانه یک انتخابات مهم قرار گرفته است. انتخابات سال 1376. برخی قصد دارند ناطق نوری را به عنوان نماینده نظام و ادامه دولت هاشمی معرفی کنند. مثلا آقای ناطق نوری شده بود مثلا سمبل نظام یا حزب الله یا انقلاب. جناح راست و تبلیغ کرده و اینجور جا انداخته بود که رئیس جمهور آقای ناطق نوری است و نظر رهبری این است و از همه اهرم ها و حربه هایی که برای رئیس جمهور شدن آقای ناطق میتونست استفاده کرده بود و ایشون شکست خب خیلی سنگین خورد دیگه، که به نظرم اتفاق مبارکی بود، اتفاق بسیار خوبی بود تو اون وقته، چون معلوم نبود اگه اینها حاکم میشدن چه بر سر انقلاب میبودن که بعدها معلوم شد دیگه. آقای محسن رضایی و دوستانشون در سپاه اجازه میدادند که جریان واقعی حزب اللهی و بسیجی تو دانشگاه ها کار درست خودشون و همون مأموریت هایی که امام و آقا خواسته بودن رو انجام بدن، به نظر مثلا دوم خردادی شکل نمی گرفت. خاتمی به میدان انتخابات وارد شده است. عملکرد ضعیف دولت سازندگی در بسیاری از زمینه‌ها و شعار اصلاحات امید زیادی در مردم ایجاد کرده است. دوم خرداد محصول مهار بچه حزب اللهی‌ها توی کشور بود. دوم خرداد محصول خط زدن تفکر انتقادی در بین انقلابیون. علاوه بر اهالی سینما، محافل مردمی و مجامع فرهنگی و دانشگاهی و بیش از 300 هیئت مذهبی در تهران، بسیاری از ائمه جماعت هم سید محمد خاتمی را شایسته ترین نامزد ریاست جمهوری معرفی می کنند. با این حمایت های گسترده، بسیاری از مردم مذهبی هم از سید محمد خاتمی حمایت می کنند. خاتمی حزب الله حقیقی معرفی می شود تا همه چیز برای انتخاب خاتمی آماده شود. ها
حالا شعاری خاص بر زمانها جاری می شود. سلام بر سه سید فاطمی، خمینی، خامنه ای، خاتمی. ساعت 14 روز شنبه سوم خرداد 76 ستاد انتخابات اعلام می کند خاتمی با 20 میلیون رأی رئیس جمهور ایران شده است. رأی بالای مردم توی دوی خرداد که بوده 20 میلیون تا برای آقای خاتمی بود، خیلی روش مانور شد و به عنوان یه پتک و اهرمی روی کله همه اونایی که منتصب به جنای مقابل بودن زده میشد. این یک پیروزی بزرگ برای انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم وحدت به حساب می آید. ببینید من یه تبیین فضا بکنم، تغییره که ایجاد شد، تغییره بعد از نسل ما خیلی عمیق بود. ببین من نه اینکه چون بخوام از خودم دفاع بکنم، من چون خیلی راحت میبینید من آمادگی نقد از خودم دارم، خیلی جا هم میکنم، شما خیلی جاهاش هم سوال نکردی ولی من خیلی راحت میگفتم و میگم. منتها در مجموع میخوام بگم تا تای نسل ماها، نسل باز به مفهوم خاص کلمه، هم دوره های ماها، این چیزه، این تغییره، تغییر طبیعی بود. من اسمش از استحال نبودنش پاش وایسادم دفاع میکنم، این استحال، من همون آدم بودم. فعالیت های سیاسی دانشگاه ها همچنان در قبضه تحکیم وحدت باقی میماند. جو دانشگاه ها روز به روز ملتهب تر میشود. با شدت گرفتن اقدامات سیاسی در انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم، آرام آرام فعالیت‌های فرهنگی آنها کمرنگ می‌شود. یه شتاب زیادی برای سقوط سطح فرهنگی جامعه و سطح سیاسی جامعه انجام دادن. من 77 وقتی بعضی نشستای تحکیم دعوتم میکردن میرفتم، 77 یعنی 2 ساله، یعنی 1 قرن نگذشته، از ظاهر شما بگیر که روبنایی ترین وجه برداشت و مقایسه است، تا برو مثلا مبانی فکری، رفتار فردی، جمعی، اصلا نمیشنه، یعنی غریبه بودم من. مثل اینکه یه دفعه یه فنری رو فشرده باشی رها بشه. همینجور تحکیم شروع کرد به ریختن، نحیفتر شدن هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی. اصلا یه پدیده هایی میدیدم که واقعا اصلا نمیدونم، اصلا نمیتونستم هضم کنم که اینجا تحکیمه. مثلا وقتی شما میگید رهبر 100% مسئولیت کشور، شوک بزرگ وارد میشه. خیلی به نظرم شوک مبارکی بود، شوک دوم خرداد، که بچه حزب‌اللهی‌ها رو به یه معنا از انفعال در آورد دیگه. و از دوم خرداد به بعد دیگه بچه حزب‌اللهی‌ها مقدار فعالتر برخورد کردن. صداهای جدیدی از داخل بدن انجمنهای اسلامی شنیده می شود. آیا بسیج همچنان می تواند به سکوت سیاسی خود ادامه دهد؟ Thank you.
نماز جمعه با آرامش به پایان میرسد. البته پشت این آرامش طوفانی در حال دست به دست شدن است. اعلامیه ای از طرف انصار حزب الله. خبر به بیرون از دانشگاه میرسد. همه میدانند مخالف اصلی سروش یعنی انصار حزب الله نسبت به این حرکت بی تفاوت نخواهد بود. بسیج دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نگران است. آنها نمیخواهند ماجرای دو سال قبل دانشگاه تهران در امیرکبیر هم تکرار شود. یعنی میریم یه جا که اکی باشه شهید میشه. گفت آجا خواب ببخشید من مادرم مریضه، قلبش یه خورده میگیره اینا. اونجا که میریم تلفنی همین گاهی زنگ میزنم به مادرم بگم من هنوز زنده‌ام. یکی رو از اونور داد زد آقا میکروفون رو بدید من. آقا اینا نماینده همه حرف بسیج دانشجویی نیست، ما قدر شما رو میدونیم حاج آقا، نمیدونم تا انقلاب هست هاشمی هست. ما از این ور شروع کردیم آقا چی میگی مثلا چه؟ از خونه میومدم بیرون، دو تا بلیط اتوبوس بیشتر نداشتم تو جیبم. اتوبوس خراسان انقلاب سوار میشدم رفت، خراسان انقلاب برگشت. اگر بلیط تو جیبم خیس میشد پاره میشد و پیاده برمیگشتم یا سر اتوبوس میشدم بلیط نمیداد. آقا رانندهش زد دنده گاز میداد، ملت سفره اینو میکشیدن. ما رفتیم بالا شونه های مردم، پاهمون روشتیم شونه مردم پاشتیم، هول دادیم و دست مردم در آوردیم رهاش کردیم. این عبدالنوری فراری دیدیم رفت.